أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اصل 13 هم رو بیان کردیم، یه قدری درش توقف داشتیم به جهت اهمیت این اصل و آن معرفت خدا به شناخت و معرفت امام است. یعنی امام باید بشناسیم و نورانیت امام رو بشناسیم تا به خدا برسیم، یعنی خدا مژدگانی بدهد و خودش رو با ما آشنا کند، چرا که اقبال کردیم به باب الله، اقبال کردیم به جنب الله، اقبال کردیم به ولی الله، اقبال کردیم به الدلیل علی الله. این روی آوردن به حضرت مهدی علیه السلام مژدگانیش خیلی عظیمه، خیلی مهمه، خیلی بزرگه. و حالا مهمتر از این بگم، ما اگر اقبال کنیم به شخص مهدی علیه السلام، دیدار خدا ارزانی ماست انشاءالله. اگر به سنن المهدی هم اقبال کنیم، این برای ما ثبت میشه که جزا و پاداش ما دیدار خدا باشه. مثلا کسی روزه بگیرد ماه رمضان، خب ماه رمضان و این روزه جزء فروع دینه و جزء کردار مهدی، مهدی است که برگرفته از کردار رسول الله. پیغمبر روزه گرفتن، امت ایشان روزه میگیرن به روزه پیغمبر. حالا ما سرورمون رو نام ببریم، حضرت مهدی علیه السلام، ایشون چون روزه میگیرن ما روزه میگیریم. عرضم این که در روایت داره انا اجزابه، کسی که 30 روز ماه رمضان روزه بگیره و کردار مهدی علیه السلام رو احیا و زنده کنه، جزا و پاداش او خداست. یعنی خدا شناسی پاداش اوست. در بعضی سنت های حضرت مهدی، مثلا تشییع جنازه، دیدم که اجر و پاداشش 700 حج برای کسی که اطراف، یعنی 4 رکن جنازه رو میگیرد، همچون روشی که مهدی علیه السلام در تشییع جنازه روش پدرانشون رو دنبال میکنند، که تأسیس این روش سنت پیغمبر است و پیغمبر همچین کاری را و سنتی را داشتند. در تشییع جنازه سعد ابن معاذ، عرضم این که این 700 حج، حج یعنی قصد، یعنی 700 دیدار، 700 قصد رب برای شما ثبت میشه و خداشناسی برای شما ثبت میشه. و همچنین اگر ادامه بدیم، مثلا یک طواف 6 تا حج، یعنی 6 تا قصد، بله، سعی بین صفا و مروه همچنین. در هر سنتی از سنت‌های این بزرگواران که زنده می‌کنیم، از برای ماست دیدار خدا. لذا در قرآن این مطلب آمده که واتقوا الله يعلمكم الله، شما این تقوا رو پیشه کنید، این احکام رو عمل کنید، پاداش و جزای شما علم به خداست. و یعلمکم الله، دانش خداشناسی است، آشنایی با رب. اینو خواستم اضافه کنم بر معرفت امام، یعنی خود امام شناسی و محور امام شناسی. این یک مژدگانیش، چون اصل دین است، مژدگانیش خیلی یعنی مهمه و خداشناسی است. فروع دین و کردارها و سنت‌های این امامان رو هم احیا و زنده کنیم، هم مژدگانیش خداشناسی است. که حالا ما جلسات دیگری رو هم بنا خواهیم داشت و اصلا بعضی چیزا چون تأکید شده برایش، مثل تلاوت قرآن که با سنت پیغمبر اکرم ما بوده، یا عبادت، نماز، و امروز که روزه رو مطرح کردم،
بله، این برای این هم صحبت میکنم، روایتش براتون بازگو میکنم که در این عبادات ما خدا را میشناسیم، با خدا آشنا میشویم. خب گزافه گویی بعضی از فرقه های صوفی اینجا هویدا میشود، چون اینا واصلین را فارغ از خدمت هستی که عمل به عبادات میدانند، این گزافه گویی باطلی است، دروغ است. اولا واصل ترین مخلوقات رسول الله هیچ وقت دست از عبادت نشستند. تمام ائمه را شما گرید ببینید، آخرین کلماتشون تحلیل و تسبیح و تقدیس خدا بود و همچنان در عبادت و یاد خدا کوشا بودند و منششون این بود تا نفس آخر. قرآن هم می‌فرماید و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، در عبادت خدا کوشا باش تا مرگ برسد تو را. خب اینا واصلین رو، یعنی خود یک دزدی انجام دادن، اسم خودشون رو واصل میزنن. اینا از جاهل هم جهولترن. درسته ما جلسه صحبت کردیم به نورانیت دسترسی پیدا میکنن، ولی نورانیت کجا؟ رب النور کجا؟ نور النور کجا؟ منور النور کجا؟ خدای نور کجا؟ بالاخره اینا در حجاب گیر میکنن. عرضم این که اینا با این فرض این که واصل هستن، عبادت رو وقتی تعطیل میکنند، خدمت عرضه که این وصول الله درش برشون بسته میشه. دیدارهای الهی چون فسق دیگه، وقتی فاسق میشوند، خداوند از فاسقین، خداوند با فاسقین کاری ندارد. قل ما یعبر بکم ربی، خدا با شما کاری ندارد. لولا دعاکم، لولا این توجه ها و دعا و من و کرنش های شما. این هم منش فاسد و باطل صوفیه. امروز اجازه بدید ما از اصل دیگری صحبت کنیم. اصل این که پروردگار خلاف بندگانش است. حالا ما به عنوان اصل 14 هم اینو ثبت میکنیم. حالا من درخواستم این بود که این اصل و این اصول رو یادداشت بفرمایید، احادیثش رو یادداشت بفرمایید که العلم و صید و الکتابت و قید. آقا فرمودند که لأنه خلاف خلقه، رب حقیقتیست خلاف خلق، یعنی ما الان چی هستیم؟ او خلاف ماست. و این نکته خیلی مهمه که شباهت که نداره هیچ، قابل قیاس هم که نیست هیچ، خلاف ماست. ما اگه عاجزیم، او هیچ عجزی درش راه نداره، یعنی هیچ جا نیست که خدا نتونه انجام بده، ولی ما خیلی جاها پیش میاد که نمیتوانیم و ناتوانیم، نداریم، قدرتش نیست. بعد اینکه اگر کسی شک داره اینکه قدرت نداره، جوانی خودشو نگاه نکنه که غرور بگیرتش. و من نعمرها ننکسه فی الخلق، پیرمردی خودشو ببینه، افول خودشو ببینه، ضعف و عجز و آلزایمرشو ببینه، آیندهشو ببینه، که دیگه تمام ذکاوت قدرت ها همه از بین میره. پس اینکه مسیر خودشناسی منتهی میشه به خداشناسی اینه که ما در حالات خودمون نگاه کنیم. و من آیاته منامکم باللیل، شما وقتی شب میخوابی چی داری؟ هیچی نداری، حتی اسمت هم بلد نیستی، حتی صدا هم نمیشنوی، یعنی قدرت شنوایی هم نداری. میگن انقدر دیشب بیدارت کردیم بیدار نشدی. اصلا من حس نکردم، چون شنوا نبودی. پس ما آن خواب هستیم، ما بودیم ها، به قول حضرت صادق علیه السلام هیه و هیه غیرها، ما خودم بودم اما شنوایی نداشتم، خودم بودم اما بینایی نداشتم. به چشمشم باز، بعضی ها که میخوابن چشمشون هم بازه ولی نمیبینند. حدیث دیگر بخوانیم.
ولو وصفوا الله عز وجل بصفاته ووصفوا المخلوقين بصفاتهم لقالوا بالفهم واليقين وما اختلفوا. اگر شما هر چیز جای خودش بذاری، مخلوق رو مخلوق بدانی، خالق رو خالق بدانی، آنچه که زینت لایق مخلوقه مخلوق رو بهش نسبت بدی. ما نسبتمون به چیه اولا باشه؟ به فقره. ما فقیریم، انت الذی فی الفقراء اقمتنی، ما ندار هستیم، دارا نیستیم. خالق چیه؟ داراست. پس شما وقت یاد و نسبت دادن، مخلوق رو مخلوق بگیر، بدان آنچه که تو هستی ببین. لذا روایت داره در صحف ادریس، من عرف نفسه فقد عرف ربه. ببینید سه جمله قبل، دو جمله قبلش داره، من عرف الخلق عرف الخالق، و من عرف الرزق عرف الرازق، و من عرف نفسه فقد عرف ربه. یعنی هر کی خودشو بیابه چقدر ذلیله. ذلیله یعنی مثل موم در امر دیگری است، مثل موم در امر دیگری است. این کلمه ذلیل یک کلمه است که بعضی ازش گریزانن، فرارین. ببینید ما عزت یعنی امتناع نداریم، ما در دست دیگری هستیم. کلن مخلوق اینجوریه، تمام مخلوقات به امر دیگری چپ و راست میشند. به قول حضرت امیر سلام الله علیه ازشون سوال شد کیف عرفت ربک، خدایت را چگونه شناختی؟ ایشون فرمودند، بله فرمودند، اینکه بفسخ العزائم و نقض الهمم، خواستم برم سفر، دیدم سفر به هم خورد، خواستم این برنامه رو پیاده کنم، این نظم رو در زندگیم بیارم، این زن رو بگیرم ازدواج کنم، به هم خورد. به فسخ العزائم، عزیمت یعنی اون خواستنهای جدی، اونا به هم میرزه، گذسته میشه. و نقض الهمم، همتها، همتهای بلند، آرزوهای بلند. یهو مثلا در بچگی از بچه ها میپرسن میخوای چه کاره بشی؟ میگه میخوام خلبان هواپیما بشم. مثلا ما اینو شنیدیم در کلاس اول و دوم. خب بعد میشه همونطور که بزرگ میشه میبینی که مثلا مهندس شد یا راننده تاکسی شد، اصلا با خلبانیت خیلی فاصله گرفت. کلن این همتها نقض میشه، از بین میره. خب این که ما همه الان در بزرگسالیمون هم همتی میکنیم، آرزویی میبندیم، میخوایم بهش برسیم، کوشایی، پیروی، پیگیری، دنبالشو میگیریم، سببشو آماده میکنیم، نقض میشه، گسسته میشه. پس من فهمیدم که من ذلیل امر دیگری هستم، او از من چه میخواهد تو اون مسیر قرار میگیرم. فرار نکنیم از لفظ ذلت، این خودشناسی ماست. ما باید بفهمیم که امرمون دست دیگری است، امرمون دست دیگری است، و این خودشناسی رو در زندگی ببینیم. همت هامون گسسته می شود. بله، عبد هستیم، موم هستیم. حالا که اینجوری هست، یعنی اگر فهمیدی تو عبدی و ذلیل هستی، مثل موم دست دیگری هستی، اولیای خدا اومدن خودشون رو در معرض بندگی قرار دادند. چرا در معرض دشمنی با خدا بر بیان؟ اون که فهمیده که ذلیل خداست، امر امر خداست، برنامهش ففر رو الالله شد، میره در دامن خدا. خدا تو چی میخوای؟ من همون انجام میدم، نماز بخونم به وقت میخونم، روزه بگیرم به وقت میگیرم، حج برم. این ذلت ها رو به خودشون میخرند، این ذلت ها رو به خودشون میخرند،
و می روند و یه جاهایی مثلا یه وقتی نماز آیات حضرت امیر نماز آیات خوندن مردم قش کردن تو خورشید تو آفتاب، ولی آدم بدونه هم تو این نماز آیات یا نماز استسقا بره شرکت کنه قش هم بکنه سردرد هم بگیره مریض هم بشه چون بندگی خداست میارزه. این مسیر را اولیای خدا میرفتن، یعنی خودمون رو در دامن یعنی خریدار ذلت بدانیم. بله یه شعری میگه هر که خریدار بلا نیست نماند برود، از زبان امام حسین شب عاشورا، که اینجا امشب بمونی فردا بلا تیر و سنان و نیزه و شمشیر و اینا رو باید به جان بخری. اگه خریدار بلا نیستی برو، بلا خواه نیستی برو. ما چون خودشناسی را واضح در خودمون یافتیم و فهمیدیم ذلیلیم و فقیریم و نداریم و بخیلیم گرفتاریم، خب وقتی این رو خوب متوجه شدیم به بندگی صفت چسبیدیم که به اون عزیز بی پایان، عزت بی پایان، به اون غنای بی پایان، غنی بی پایان، به اون حکیم بی پایان، بله به اون علیم بی پایان، به اون رحیم بی پایان خودمون رو برسونیم از راه همین ذلت طلبی و که در مسیر بندگیه. لذا بندگی خدا هر چیز که اغیار اسمش میذارن ذلت، ما اسمش میذاریم عزت. چرا؟ چون ذلت عاجل عزت دائمه. اینجوریه مثل کسی که پولاشو الان پول داره ثروتمنده ولی پولاشو میده میده میگن 6 ماه دیگه بهت ماشین میدیم، اونی که نمیدونه از بیرون میبینه تو که فقیر شدی، میگه تو که خار شدی، تو که ذلیل شدی، تو که ندار شدی، ولی اونی که آینده رو میدانه میگه نه آقا این دارا شد، این الان دارا شد، این ماشین دار شد، این در این تجارت و در این سهام شرکت کرد پول دار شد. ظاهرش اینه که پول نداره ولی واقع بین عاقبت بین میداند که این پولدار شد. لذا ما با بندگی خدا مولویت گیرمون میاد. بندگی یعنی برده و در قید و بند دستورات غیر، دستورات خدا. وقتی در قید میایم سلطنت گیرمون میاد، ولی الان نه بعدن. لذا های قرآن اسم عاجله رو میاره، یحبون العاجله و یذرون وراءهم یوما ثقیلا. عاجله یعنی الان رو نبین، که الان من باید که عزیز باشم، الان من بایستی این که مولا باشم، الان بایستی سلطان باشم، الان بایستی چیره باشم، مهیمن باشم. نه، این صحنه امتحان مال اینه شما خودتو بشناسی، بری در خور خودت در مسیر بندگی خدا در این شریعت آنچه که لایق خودته سجده کنی روی خاک، فرمانبر امر پدر باشی، فرمانبر امر مادر باشی، فرمانبر امر فقیه و مرجع و مجتهد زمان باشی، فرمانبر اگه زن فرمانبر امر شوهر باشه. بله خدمت عرضه که فرمانبری یعنی چی؟ فرمانبری یک مخلوق چون خدا خواسته او بله قوام باشد، یعنی برتری داشته باشه بر شما در امر و نهی. لباس مولویت رو خدا به پوشش او در آورده، شما اون لباس رو خریدار باشه، بگید من چشم من نوکر شما. از همه مهمتر لباس مولویتی که خدا به تن و قامت مهدی پوشانده و علی ابن ابی طالب پوشانده ما فرمانبر باشیم، بگیم آقا این لباسی که خدا به قامت شما پوشانده ما قبول داریم، ما همون ذلیلی هستیم که خدا خواسته برای شما ذلیل باشیم، در امر شما باشیم، گرفتار امر شما باشیم. پس خیلی روشن شد الان چهره شریعت واضح شد که ما چرا در این احکام شریعت حج، زیارت کربلا پولامون از دست میدیم، صحتمون از دست میدیم، جانمون از دست میدیم. یعنی میدونید این سفرها به قول پیغمبر از سفر قطعه من از سقر، یه سفر که شما میروید انگار که داری تیکه از جهنم رو به
برای خودت میخری. مشکلات زیادی داره سفر، استهلاک میشه، استهلاک پیش میاد برای جانت، ولی این استهلاک برای زیارت سید الشهدا بخ بخ خیلی بجاست، خیلی زیباست، خیلی مهمه. این نکات اخلاقی رو همه رو برگرفته از این اصل گرفتم و اون این که خدا خلاف ماست، آنچه ما درش هستیم بخل است. حالا من کلمه بخل میارم چون در مناجات امیرالمومنین اونجا این بخل رو دیدم. یه جریانی هم حتی صادق سلام الله علیه دارن، این وقتی شب تا صبح ایشون طواف میکردن و در طول طواف یه دعا رو تکرار میکردن. بله دعاشون این بود: اللهم قنی شح نفسی. شب تا صبح. بعد گفت به آقا، گفتم آقا این شح یعنی شدت بخل، دعای دیگه ای نبود که شما دعا کنید؟ شح یعنی شدت بخل، یعنی خیلی بخیلیم ما. آقا گفتن که در قرآن دیدم خدا میفرماید اینکه و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. اگر بتوانید شدت بخل خودت رو کنترل کنی، خب به قول امیرالمومنین کف، من کف یعنی خیشتنداری، یعنی خودمون رو حفظ کنیم، خدمتتون هست که این شدت بخل رو نگه داری. پس آقا جان ما مخلوقی، مخلوق واقعا شدیده بخلش، واقعا شدیده فقرش، واقعا شدیده ذلتش، واقعا شدید است کوریش، واقعا شدید است کریش، واقعا شدید است نداریش. ما باید به سمت وفی مطلق رب تعالی، غنی مطلق رب تعالی، حکیم مطلق رب تعالی و بقیه کمالاتش ما خودمون از سفاهت نجات بدیم، خودمون از جهالت نجات بدیم، خودمون از فقر نجات بدیم، خودمون از بیوفایی نجات بدیم، از خیانت، از بخل نجات بدیم و خودمونو نسبت بدیم به باری تعالی، ربط بدیم به باری تعالی. که ربط پیدا کردن ما به باری تعالی و خالق و خدا راهش همینه. راهش اینه که شریعت خدا یعنی کردار مهدی را ببینیم، ایشون در درگاه خدا چیکار میکنن، ما اون کارها رو تکرار کنیم. راهش همینه، راه دیگه هم نداره. اگر راه دیگه ای الان اختراع کردن بشر، صوفیه یونانی یا فلان اینا برای رسیدن به قدرت، این مرتضای هند قدرت های عجیبی از راه های مختلف چیز میکنن، اینا همه ماندگاری ندارد، اینا همه پوشالی است، همه از بین رفتنی است، همه اعتبار نداره بی خوده. پس فقط راه الان شد مهدی، اهدنا الصراط المستقیم، فقط و فقط راه مهدی علیه السلام است. و مهدی هم کردارایشون همش بندگیه، یعنی همش این نورانیتی که قدری دست ماست رو میگن خرج کن، هزینه کن، بده، الان ندار بشو. خب من لباس شیک میتونم بپوشم، آرسته میتونم باشم، بله تبختر، مشی تبختر میتونم داشته باشم، یعنی متکبرانه، لباس متکبرانه میتونم بپوشم. هی میگن به سمت تواضع برو. ما خیرت بین امرین الا اخترت احمزهما، بین دو چیز من مخیر نشدم مگر اون سختره رو انتخاب کردم، به تنم مالیدم، سختیش رو خریدم. این مسیر و منش مهدی سلام الله علیه را تشخیص بدیم چیه و عمل کنیم تا قدری حکمت گیرمون بیاد، عزت گیرمون بیاد، غنا گیرمون بیاد. راه دیگری نریم، دنبال عجله نباشیم، عاجله را نپسندیم بر خودمون که اینا پوشالی از بین رفتنیه، نابود میشیم. تمام اینایی که حضرت مهدی رو کنار گذاشتن همه نابود میشند و به هیچ جا نمیرسند. بله چند روز دنیای چیزی دارن، بعد هیچی ندارن، نه عزت دارن، نه دولت دارن. به قول حضرت امیر به ابوبکر و عمر یه جمله گفتن، گفتن و ان لیس لکما بعد یومکما هذا ملک ابدا. بعد از این روزی که شما شاه میشوید، حاکم میشوید، هیچ ملکی دیگه نخواهید داشت، چون علی را کنار زدید سلام الله علیه. این پادشاهانی که از بین رفتن میبینید اینا همه هیچی ندارن، الان هیچی ندارن. پادشاهانم که الان هستن فردا هیچی ندارن،
مگر کسی بیاید به خلق و خوی مهدی پادشاهی کند، که اونم میشه بندگی، میشه خدمت عرصه که نوکری، میشه خدمت، خدمت مردم میشه، اینجوری میشه. یک پدر میخواد مقام پدریش رو حفظ کنه، بایستی این که این سنن المهدی رو پیاده کنه در خانوادش، تربیت مهدی رو پیاده کنه برای بچه هاش و خانمش. از اصلم دور نشم، اصل این بود که بابا بیاید خود بشناسیم هرچه ما هستیم خدا مثل ما نیست. اگه ما چیز خوب رو میخواییم بس خودمون نگه داریم قایم کنیم، خدا تبارک و تعالی نه چیز خوب رو میخواد به تو بده. خلقتکم لتربحوا علی لا لاربح علیکم، تو را آفریدم که سود ببری نه که من برات سود ببرم. ولی ما اگه خودمون رو مراجعه کنیم ببینیم همیشه چیز خوب رو میخواییم قایم کنیم، نگه داریم، حفظ کنیم. اینا صفات مخلوقیت. حضرت امیر توی این روایت اینو فرمودن، گفتم میخوای به فهم و یقین برسی، شکی برات نمونه، مخلوق رو مخلوق بدان، مخلوق رو عبد بدان، صفات عبودیت رو براش نسبت بده، فقر، عجز، ناتوانی، ذلت، حقارت، بخل، مخلوق اینه. خالق رو هم خالق بدون، خالق نه فقیره، نه بخیله، نه عجوله، نه سفیهه، نه جهوله، نه جاهله، خالق، خالق چیز دیگری است. اگر این چنین کنید و خالق رو مجد کنید و تنها و تنها این کمالات رو از آن خالق بدانید و دیگران را اولیای خدا، اینا اگر چیزی دارن لباسی خدا پوشاندهشون، اگر غنا دارند خدا غنیشون کرده، اگر عزت دارند خدا عزیزشون کرده، اگر حکمت دارند خدا از سفه نجاتشون داده، حکیمشون کرده، اگر علم دارند خدا نجاتشون داده، علیمشون کرده. برای این در حقیقت مخلوق مخلوقه، خالق هم خالقه. مخلوق رو خالق، مخلوق رو مخلوق بدان، خالق رو خالق بدان. لقالو بالفهم والیقین، به یقین و منزلت موقنین میرسیم. اللهم نبهنا من نومة الغافلین و ثبتنا على ولاية امیر المؤمنین و عرف لنا نفسك يا اله السماوات والارضین و صل اللهم على محمد و آله الطيبين الطاهرين.